سلام، به یه قسمت دیگه از بالی خوش اومدید. امروز میخوام بهتون طرز تهیه یه کیک نارگیل با یک سس یا گلیز خیلی خوشمزه رو بهتون آموزش بدم که قطعاً از خوردنش لذت میبرید. بریم سراغ مواد لازم. شکر، کره به دمای محیط رسیده، آرد، نمک، روغن مایع، وانیل، بیکینگ پودر، پودر نارگیل، تخم مرغ، شیر نارگیل. همینجا که این مواد اولیه رو داریم، من نمک رو به آرد اضافه میکنم به همراه بیکینگ پودر. شما میتونین از اول دیگه اینا رو با هم اندازه بگیرین دیگه، مثلا من کاسه های جدا جدا نکنین، و پودر نارگیل. اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنم. فعلا اینو میذارم کنار. بریم سراغ شیر نارگیل. یه نکته رو در موردش بگم، از این شیر نارگیلایی که توی قوطی‌های کنسروی هست استفاده بکنین، اینایی که به عنوان جایگزین شیر برای صبحانه میخورین، برای اینجا خیلی مد نظرمون نیست چون اونا خیلی اوقات شیرین شده هم هستن. الان توی ایران خیلی زیاد شده، مثلا چند سال پیش ذره کم بود ولی الان تقریبا خیلی از سوپرمارکت ها دارن. همین نشونش هم اینه که روش مینویسه کوکونات میلک، اصولا هم برندهای خارجی هستن، من ایرانیشو ندیدم، و توی قوطی کنسروه. یه موقع هایی هم اینا رو حتما قسمت مایع و جامدش از هم جدا میشه، حتما باید یه تکونش بدین یه مقداری قبل از باز کردن. گاهی اوقات هم خیلی حالت یکسره‌ای داره، حالا بسته به میزان آب و مواد اولیه که توش هست متفاوت ممکنه باشه. برای اینکه شما ببینین غلظتش چجوریه، الان این خیلی هم جدا نیست، یه جاهایش میبینین، مثلا یه جاهایی از این کوکونات میلک، از این شیر نارگیل ممکنه سفت باشه، یه جاهایش نه، ولی اگر که خیلی قسمت مایع و جامدش جدا از هم بود، بریزین توی ظرف بزرگ هم بزنید که یک کمی یک دست بشه، بعد اندازه بگیریم، ولی برای من الان این احتیاج نداره. میریم سراغ ترکیب کردن بقیه مواد. میتونین از همزن برقی دستی استفاده بکنین، من از همزن کاسه‌ای استفاده میکنم که یکم کارم راحت تر بشه. کره به دمای محیط رسیده و شکر رو با هم هم میزنم تا نرم و کرمی بشن و خوب پف بکنن. برای حدوداً 4-5 دقیقه هم بزنین. حالا روغن مایه رو همینطور که دارم کره و شکر رو آروم هم میزنم بهش اضافه میکنم تا ترکیب بشه، زیادم نمیخواد هم بزنین. اگر که خواستین میتونین روغن مایه رو حذف کنین، به همون میزان کره جایگزینش بکنین، ولی من به نظرم این همین یه ذره روغن مایه یه لطافت و نرمی بیشتری در نتیجه نهایی بهتون میده. حالا نوبت اضافه کردن تخم مرغ است. دونه دونه تخم مرغ رو اضافه میکنم، بعد از اضافه کردن هر کدوم هم میزنم تا ترکیب بشه. شما اگر دوست دارین میتونین به جای وانیل یک کمی اسانس نارگیل اضافه بکنین. آخرین مرحله هم که اضافه کردن مواد خشک و شیر نارگیله، به صورت یکی در میون، یک سوم، نصف، یک سوم باقی مونده و یک سوم. در حدی که فقط ترکیب بشه هم بزنید، بیش از حد هم، مثل همیشه که میگم بیش از حد هم نزنید. مواد حاضره، میریم سراغ قالب. من از یه قالب میان تهی استفاده میکنم، شما میتونید از قالب 23 سانت یا 25 سانت هم استفاده بکنید. 20 سانت یکم براش کوچیکه، و به هر روشی که دوست دارین قالبتون رو حاضر کنین. میتونین ویدیوی نکته بالی مربوط بهش رو ببینین. من از این اسپری های جدا کننده استفاده میکنم و مواد رو میرسم داخلش. یه چند تا ضربم بهش میذارم روی میز تا اینکه حبابا از بین بره، که وقتی میپزه یک دست بپزه و سطح روش حباب نداشته باشه. میذارمش توی فری که از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم شده، به خصوص اگر فرتون گازی، اگر برقیه یه مقداری دما پایین تر، دیگه خودتون باید دمای فرتون دستتون اومده باشه. میپزمش و برمیگردم. خب من کیکم برای حدود 35 دقیقه پخت، برای شما ممکنه خیلی بیشترم طول بکشه، تا وقتی که یه خلالنون وسطش فرو میکنین تمیز بیرون بیاد. یه مقداری الان خنک شده دیگه، اونقدر داغ نیست، و برای این قالب میتونم دیگه الان برش گردونم. جنس قالب با قالب ممکنه متفاوت باشه میزان زمانی که احتیاج داره توی قالب خنک بشه، ولی این الان راحت در میاد. این از این کیک زیبا و خوشبو
نمیدونم میتونیم ببینیم چقدر نرمه، فوق‌العاده است، ولی من اجازه میدم که کامل خنک بشه. بعد میریم سراغ یک گلیز آسون و فوق‌العاده خوشمزه. برای این گلیز شما به پنیر خامه یه به دمای محیط رسیده، پودر قند و شیر نارگیل که یه مقدارش هم توی کیک استفاده کردیم احتیاج دارین. هیچ کار خاصی هم نداره. همه اینا رو با هم می‌ریزیم توی کاسه و هم می‌زنیم. بسته به پنیر خامه ایتونی که چقدر نرم باشه یا نه، ممکنه به همزن بقیه هم احتیاج داشته باشیم برای هم زدنش. در ضمن من دارم دو برابر میزان گلیزی که برای شما می نویسم و درست بکنم، چون این گلیز رو من خیلی دوست دارم و خیلی خوشمزه است. دو برابر درست میکنم، نصفش رو برای تزیین استفاده میکنم، نصفش هم موقع سرو میریزم رو هر سلایس. دیگه نگم براتون. اینم از این. برای تزیینش علاوه بر گلیز من میخوام از یه مقداری پودر نارگیل توست شده هم استفاده بکنم که هم خوشگلش میکنه هم خوشمزه ترش میکنه. درست کردنش هم خیلی ساده است. روی یه مایی تاور روی حرارت متوسط یه مقداری پودر نارگیل رو میریزم و یه ذره حدوداً برای من معمولا 2 دقیقه طول میکشه تا اینکه یه مقداری رنگ طلایی به خودش بگیره. حواستون باشه که نسوزه. نیازی نیست که همش یک دست بشه. یه مقداری اکثر پودر نارگیلتون هم حالت توست شده بگیره کافیه. میتونیم این مرحله رو انجام ندیم. اینم از این برش من. بریم سراغ تیست تست. ولی از اونجایی که من بهتون گفتم من خیلی این گلیز رو دوست دارم، دارم خود یه کم دیگه هم بریزم روش که حق مطلب ادا بشه. خدای من. بعد اگر دوست دارین یه مقدار دیگه هم از این پودر نارگیل توست شده رو هر برش بریم که داشته باشیم. سکوت. میدونین چیه؟ من از طعم مصنوعی نارگیل اصلا خوشم نمیاد، از اسانس نارگیل و اینا، و تو این کیکم نمیذارم. به خاطر همین طعم نارگیلش خیلی طبیعیه، فقط با اون پودر نارگیل و شیر نارگیله و بوی نارگیل خیلی خوبی داره. یه کیک میشه گفت وانیلیه ولی با یه طعم نارگیل خیلی خیلی ملایم و به اندازه. قطعا همه پسند من اینطوری فکر میکنم و اصلا خود بافت کیکش نرمه، اصلا فوق‌العاده است. یعنی اینو اگه نذارین تو برنامه‌تون که درستش کنین ضرر کردین. برای مهموناتون درست کنین قطعا کیف میکنن. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشین. اگر شما اینو درست کردین عکسشو برای من به اینستاگرام بفرستین. تا یه قسمت دیگه از باعلی خداحافظ. من بقیه کیکمو بخورم. خداحافظ. غذا همون پشت داره میپزه.